اما برای گفتگوی بیشتر در همین زمینه مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوستن. آقای جاودانفر، پیشنهادی که آمریکا برای آتش بس به سازمان ملل ارائه کرده، فکر می‌کنید که بتونه منجر به آتش بس و صلح دائمی بشه؟ صلح دائمی مطمئن نیستم، ولی میتونه منجر به آتش بس بشه. یکی از به نظر من، اگر آقای بایدن میدونست که اسرائیل با یه همچین طرحی موافقت نمیکنه، اون رو ارائه نمیکرد اینجوری به شورای امنیت. الان آقای بایدن داره واقعا اجماع به وجود میاره برای راه انداختن این توصیه جدید برای آتش بس، چون برای خود آمریکا بسیار مهم هستش و هم برای اسرائیل مهم هستش و مردم غزه هم همینطور. به نظر میاد که در حال حاضر حماس نمیخواد انعطاف پذیری نشون بده، میخواد از این جنگ ادامه بده، با این جنگ ادامه بده. دیدگاه حماس این هستش که هرچه جنگ ادامه پیدا میکنه، اسرائیل در جهان منزوی تر خواهد شد، پس به نفع حماس هستش که جنگ ادامه پیدا بکنه. حالا مردم غزه هر چقدر زجر بکشن و آواره بشن، برای حماس به نظر میاد که مهم نیستش. به نظر میاد که حالا اولویتش این هستش که این جنگ رو ادامه بده. و این پیشنهاد آقای بایدن و این پیشنهاد و این توصیه جدید، یکی از اهداف مهمش این هستش که حماس رو منزوی بکنه و حامیان حماس رو هم منزوی بکنه. آقای بایدن با این تحول جدید میخواد فشار بیاره روی مصر و روی قطر که روی حماس فشار بیارن که حماس این توصیه جدید آمریکا رو قبول بکنه. اگر بخوایم به جزئیات این پیشنویس بپردازیم، این پیشنویس از حماس میخواد که این توافق رو بپذیره به طور کامل و بدون تأخیر و بدون قید شرط هم اون رو اجرا بکنه. اما خواسته این قطعنامه از اسرائیل چیه؟ واقعا بر اساس پیشنویسی هستش که خود آقای نتانیاهو برای طرح جدید به آقای بایدن داده بود و اخیراً آقای بایدن اون رو آشکار کرده. و اینکه در چند مرحله این جنگ پایان پیدا بکنه، البته آتش بس به وجود بیاد، آتش بس دائمی بین هر دو طرف، حالا چقدر دوام خواهد داشت اون یه مسئله دیگه است. ولی به نظر میاد که آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که بایستی در چند مرحله این جنگ تموم بشه. البته دیدگاهی هستش که آقای نتانیاهو با آمریکایی‌ها گفته و این دیدگاه واقعیش هستش. ولی در حال حاضر آقای نتانیاهو میدونه که چنین پیشنهادی که کرده، چنین توصیه که شده، این پیشنویسش میتونه مشکلات بسیار زیادی برای دولت ائتلافی خودش به وجود بیاره، چون کسانی هستن که در دولتش افراطیونی هستن، مثل حزب آقای سموتریچ و بن گوریون، که هستن نمیخواستن که آتش بس اولی به وقوع بپیونده، حالا چه برسه به یک آتش بسی که شاید منجر به یک آتش بس دائمی بشه و تبادل اسرا. پس در حال حاضر آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل یه چیزی میگه، ولی در خارج اسرائیل و در چیزی که مهم هستش این هستش که بر اساس پیشنویس این برنامه، آقای نتانیاهو به نظر میاد که به دنبال یک برنامه جامع هستش برای تبادل اسرا و پایان این جنگ. متشکرم از توضیحاتتون. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. مرسی.